As a path, her beer, the behaviour, the nature. That is a put up, that is a half. That is a part. امیر اسکندری هستم، متولد 67. مشکل ناشنوایی من از زمانی بود که مادرم باردار بود، زمان جنگ، بعد نیروهوایی پیروزی بمب زدن و مادرم پرتاب شد. اون پرتابی که مادرم شد باعث شد که عصب شنوایی من از کار بیفته و من ناشنوا بشم. بعد وقتی که من دنیا اومدم ناشنوا دنیا اومدم، خیلی برام سخت بود، صداها رو خوب نشنیده بودم. یواش یواش منو بردن گفتار درمانی، با حروف آشنا شدم و حروف رو یاد گرفتم که بتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم. میگه وقتی که 7 سالم شد که حالا دیگه یه مقدار گفتار درمانی و اینا را مادرم برده بود و به من یاد داده بود، دیگه رفتم وارد مدرسه شدم، با حروف الفا که اونجا آشنا شدم، تازه مثلا تونستم ارتباط برقرار کنم. بعد یواش یواش وارد راهنمایی شدم، چون که بچه ها همه مثل خودم بودن، دیگه خیلی عادت کرده بودم، راحت بودم برای ارتباط برقرار کردن. توی مدرسه همه ناشنوا بودیم و با همون اشاره صحبت میکردم. بعدش اومدم دبیرستان و دیپلم گرفتم، هیچ مشکلی تو مدرسه نداشتم از لحاظ ارتباطی. بعدش وارد دانشگاه شدم که آغاز مشکلاتم بوده. میگه زمان بچگیم چون من ناشنوا بودم، بقیه دوستام شنوا بودن، بعد برای ارتباط گرفتن خیلی اذیت میشم، منو همش مسخره میکردن، بعد با من همش دعوا میکردن. به خاطر همین خیلی بهم سخت گذشت، چون که تمام اطرافیان همه شنوا بودن. من مریم ابراهیمی هستم، متولد 67م، 33 سال دارم، بعد 4 خواهر و 1 برادر دارم. مدرکم هم فوق دیپلم تربیت بدنیه. 8 ماهش که بوده تب شدید میکنه، حالت تشنج، بعد انگار که عفونت کرده باشه سمت گوشش و اون باعث ناشنواییش میشه. وقتی که بچه بودم میرفتم تو کوچه، خواهر بزرگترم داشت بازی میکرد، بعد دوستاشم باهاش بودم. وقتی که من میرفتم، چون من نمیتونستم با اونا حرف بزنم و اشتباه همه رو میگفتم، اونا هی به خواهرم میگفتن که چرا این اینجوری حرف میزنه. خواهرم به خاطر اینکه من اذیت نشم میگفت این از خارج اومده، به خاطر این اینجوری صحبت کنه. این باعث شده بود که بچه‌ها باهاش دوست بشن و بازی کنن. 2 مادرم منو گفتار درمانی برد. بعد راهش خیلی دور بود، خیلی اذیت میشد، 2 تو رفت آمد بود تا منو ببره. بعدش وقتی که اونجا رفتم لبخانی رو یاد گرفتم، حرف زدنم بهتر شد. بعد از اون منو مدرسه ناشنوا برد. وقتی که وارد مدرسه ناشنوا شدم، دیدم که همه مثل خودم، من تازه تعجب کردم، مثلا خیلی خوشحال شدم که مثل خودم رو پیدا کردم. اولین بار یه آقایی بوده که شنوا بوده، بعدش ادای مریم رو در آورده، ادای این که تو مدرسه، حالا نمیدونم از بیرون از مدرسه بوده یا آره داخل، ادای مریم رو در آورده. بعد انقدر به مریم فشار اومده که رفته که مثلا سمت اون آقا که حالا یه عکس العمل این که از خشمش رو نشون بده انجام بده و این تو ذهنش مونده. میگه بعد یواش یواش که وقتی اومدم جامعه رو وارد جامعه شدم و باز این رفتارا رو دیدم، دیگه برام عادی شده بود.
یه خاطره که یادشه، یعنی بیشتر براش اتفاق افتاده بوده، زمانی که از مدرسه تعطیل می‌شدن بچه های شنوا و ناشنوا همزمان بوده ساعتشون، و تو ایستگاه اتوبوس تعداد مثلا چند نفر اینا که ناشنوا بودن با هم صحبت می‌کردن، یه تعدادی بچه های شنوا ادای اینا رو در می آوردن و مسخره می‌کردن. این میگه ما هممون ناراحت شدیم، باعث شد که ما با اونا دعوا کنیم. میگه چون قدیم اطلاع رسانی خیلی کم بوده و مثلا مجری برای بچه های ناشنوا نبوده که از زبان اشاره و مردم ببینن، و تعداد بچه های ناشنوا شاید زیاد بوده ولی تو جامعه دیده نمیشده. به خاطر همین فرهنگسازی که نشده بود باعث میشد که بچه های ناشنوا رو مسخره کنن. ولی الان همین که تلویزیون میاره که برای برنامه‌های مختلفش مجری میاره که با زبان اشاره برای اینا صحبت کنه، این باعث شده یه فرهنگ سازی بشه دیگه، اون حالت رو ندارن. شاید با تعجب نگاه کنن چون براشون عجیبه خب این نوع حرف زدن و اینا، ولی مسخره نمی کنن. مثلا از بچه های ناشنوا استفاده کنن تو برنامه ها، توی فیلم هایی که دارن. قبلا مثلا یه بچه ناشنوا شاید توی یه فیلم بود، خب اون آشنا می شدن مردم باهاش، ولی الان میگه تعدادی که توی از تو خود مثلا رسانه از بچه های معلول، حالا ناشنوا، نابینا، هر معلولیتی استفاده کنن که مردم باهاشون آشنا بشن. اگه جایی دیدن زیاد تعجب نکنن چون قبلا توی تلویزیون دیدن یا توی رسانه‌ای با اینا آشنا شدن. میگه وقتی که وارد محیط کار شدم همه شنوا بودن، هیچکی هم حرف منو متوجه نمیشد. حتی مثلا همکارام که کنارم بودن، میگه با خیلی سختی من تونستم زبان اشاره رو به اینا بفهمونم که حالا این حرکت من یعنی چی. مثلا من اگر آب میخوام، وقتی که چون با لبخانی و با اون اشاره، اگر اشاره رو به تنهایی انجام میدادم نمیفهمیدن. شاید لبخانی من و یه مقدار صدای من اون آبو میفهمیدن. میگه خیلی سخته. این اطلاع رسانی اگه تو جامعه بیشتر بشه برای بچه های ناشنوا، چون میگه نابینا باز میتونه از لحاظ صحبتی ارتباط برقرار کنه، ولی بچه ناشنوا مثلا اونی که مدرسه نرفته، خب مثلا هم سن آراده کوچیکه، خب نمیتونه بنویسه. ما شاید مثلا یه سری ها بگن خب از طریق نوشتاری میتونن، نه یه سری ها واقعا نمیتونن، سواد ندارن. به خاطر همین این زبان اشاره یه طوری بشه که مدام تکرار بشه و مردم آشنا بشن خیلی خوبه. میگه زمانی که بچه بودیم چون فرهنگ سازی نشده بود همه مسخره میکردن، ولی اومدم دانشگاه دیدم که حتی بعضی از دوستان میگفتن ما دوست داریم زبان اشاره رو یاد بگیریم. میگفت از من خواهش میکردم بهشون یاد بدم، یا به من میگفتن جایی کلاسش هست که ما بریم اینم یا این زبان رو یاد بگیریم به عنوان مثلا یه هنر، یه حرفه. مثلا دوست داشتن که این کار رو انجام بدم. این خاطره برای ما هم دردناک بود، خیلی اذیت شدیم. زمانی که مریم حامله بود، اون زمانی که درد داشت که باید زایمان میکرد، رفتش بیمارستان، یه البته فشارش رفته بود بالا. بعد اون زمانی بود که تازه چند ماه کرونا اومده بود، همه هم ماسک میزدن. بعد خب باید هم با مادرش رفته بود، همراهش مادرش بود. بعد اونجا وقتی که اومدن اینو ببرن تو اتاق زایمان، مریم گفته بود که مادرم هم با من بیاد که مامانم به هم کمک کنه و اینا. گفته بودن نه اجازه نمیدیم، بعد خودمون بیبریم. گفته بوده من ناشنوا هم، من متوجه نمیشم. بله سزا. بعد نه اول قرار نبوده مثلا سزارین باشه، نیاز بوده که مترجم داشته باشه چون نمیتونسته درد رو بگه. اونا سوال میکردن این نمیتونسته. بعد ماسک هم زده بودن، جالب این که ماسکارم پایین نمی آوردن. من هم داشتم درد میکشیدم، همین که نمیتونستم هم دردم رو بگم، و اینا هم داشتن سرم داد میزنن. خیلی فشار میگه. بعد پرستار همش دعوام میکرد، همش سرم داد میزد، همش میگه بخواب بخواب، در صورتی که من درد داشتم، دردمو باید چیکار میکردم؟ فقط گریه کردم.
الان وقتی پسرم رو دنیا آوردم، مشکل بزرگی که دارم، دلم نمیخواد دیگه مثلا خواهر شوهرم، جاریم، خواهرم، مادرم با من همیشه همراه باشن. مثلا دلم نمیخواد اونا رو اذیت کنم، میگه همشون کمکم هم کردم، ولی من خجالت میکشم دیگه بیشتر از این بخوام اذیتشون کنم. مثلا یه مکانی که حالت اداری بیمارستان، جاهایی که عمومیت داره و من کار باید برم اونجا، یه نفر رو برای ناشنواها بذارن، برای اینکه مترجم باشه و کمک کنه. خب مدرسه با دانشگاه فرق میکرده. مدرسه من درسم خیلی خوب بوده، جز شاگردای زرنگ بودم، ولی توی دانشگاه به خاطر این فقط من ناشنوا بودم، استاد برمیگشت به تخته مینوشت، بچه ها جزوه مینوشتن، من نگاهشون میکردم که باید چیکار کنم، من چجوری پس بنویسم. بعد از دوستان خواهش میکردم، بعضی هاشون جزوه میدادن، بعضی هاشون هم نمیدادن. میگه قبلا دانشگاه مخصوص ناشنواها نبوده، الان هسته. سه سال تازه شروع شده. برای اینا خیلی سخت به زمان دانش. میگه خدا رو شکر اینجوری. امیر میگه که من آرزوم اینه که تلویزیون ما به بچه های ناشنوا بها بده، بذاره بازی کنن، مترجم داشته باشن، که بقیه ماهایی که شنواییم هم اشاره رو به مرور شاید یاد بگیریم. بعد مریم هم میگه چند تا کشور هستن که این کار رو اومدن کردن و خیلی از لحاظ احساسی اون بازی، اون فیلم خیلی مثلا تو اون کشور چیز بوده، خیلی گفتن. چجوری بهتون بگم، استقبال کردن از این قضیه، از اون فیلم، چون از لحاظ احساسی هم خیلی قوی بوده. اولین باری که همدیگر رو دیدین، اولین بار چجوری بود؟ اصلا اون دوست داشته اون موقع. پارک طالقانی، اینا پارک طالقانی میرفتن ورزش میکردن، خب اکیپی مثلا اونایی که حالا این ورزش رو میخواستن انجام بدن، آره اونایی که دو میدانی کار میکنن کار میکردن. بعد دیگه اونجا همدیگر رو دیدن، بعد میگو بار اول برام تعجب بود مثلا، خب که دیدمش بعد خوشم اومد که با ادب بود، مواظب بود، دلسوزی میکرد. بعد دیگه همین جوری که همدیگر رو شناختیم دیگه، بعد از دو سال میگه که مادر شوهرم میترسید از اینکه امیر با یه دونه ناشنوا ازدواج کنه، بچهش ناشنوا بشه. بعد دیگه حالا ما که ازدواج کردیم، همش فکرم این بود که بچه‌م که دنیا میاد سالم باشه. بعد وقتی که بچه‌م دنیا اومد شنوا بود، خیلی خوشحال شدم. میگه مادر شوهرم بچه‌ها رو خیلی دوست داره. میگه پدر مادرها دوست دارن خب پسرشون با یه شنوا ازدواج بکنه، ولی ما تو دوستامون داریم میبینیم اونایی که این حالتی ازدواج کردن نتونستن با هم زندگی کنن، جدا شدن. آره باید حتما معلولیت دو طرف یکسان باشه که بتونن همدیگر رو درک کنن، وگرنه نمیشه. همه از این میترسن، مثل مامان من از این میترسن که دیدگاهشون اینه که این بچه که دنیا میاد یکیشون شنوا باشه، که حداقل بچه گریه میکنه اون بشنوه، اون بتونه دلشوره. میگه دلشوره خانواده ها اینه که یه نفر مثلا این معلولیت رو نداشته باشه، که همراه اون یکی باشه، در صورتی که میگه نه، هر دومون که ناشنوا باشیم همدیگه رو بهتر درک میکنیم. و اینم به ما ثابت کردن که دیگه بچه دنیا اومد و اصلا قدرت خدا بود. ما میدیدیم که آراد همون موقع که مثلا دو ماه آراد دو ماهش بود، کوچیک بود، میزد موقع گریه. من نمیدونم واقعا، اینو خودم هم همیشه احساس میکنم معجزه بود، میخورد به دست مریم شبا که از خواب بیدار میشد، آره، و بچه رو شیم را. اصلا خیلی چیزای عجیب غریبی ما خودمون دیدیم. با آراد چجوری ارتباط الان برقرار میکنی؟ حرفی؟ آره
چجوری؟ آراد اشاره رو یاد گرفته تقریبی، یه سری چیزا رو متوجه شده. مثلا خواهی بگیم بریم حموم، میگیم حمام. البته حمام این نیست، حمام اینه. آها آراد اینو میگه، آراد اینجوری میگه حموم. مثلا آب بخواد اینجوری میکنه، آب و اینجوری نمیگه، آب و اینجوری میگه. آره آراد حدودا فکر میکنم تقریبا یه 6-7 ماه پیش قشنگ کلماتو مثلا عمه، عمو، عزیز، مریم، امیر تلفظ میگن. الان داره مقاومت میکنه برای حرف زدن، داره میخواد اشاره کار کنه، حرف نمیزنه. رنگای آبی، سبز. نه قشنگ الان میتونه مثلا آراد بهش میگیم چشمت کو نشون میده. اینا رو خود مریم هم باش کار کرده، ولی خودش الان صحبت. الان نه متاسفانه، الان مشکل ما همینه که میتونست ولی الان نمیگه. میگه از دوستام که حالا تجربهشون بیشتر بوده قبلا بچه دار شدن، ازشون پرسیدم، گفته مشکل ما هم همینه. نه ترس، حرف میزنه، 3-4 ساله دیگه میتونه. آخه خب ما قاعدتا بچه های خودمون 2 ساله دیگه تقریبا چند تا کلمه هم کناره هم سعی میکنن جمله بندی کنن. آراد هنوز نه. میگه که حالا از دوستام که پرسیدم که اونا هم ناشنوان، میگن طبیعیه، خوب میشه. بهسیسی پولی کمک نمیکنه برای سمک؟ بعد سمک الانم رایگان میده؟ قبلا میداده. خب اما جنس سمک ها خوب نبوده، خصوصی سمک میگرفتیم. 10 میلیون میگه هزینه شو نمیتونم بدم الان، به خاطر همین چند ساله میگه همین سمک رو دارم. خیلی ساله، 15 ساله داری؟ 15 ساله میگه چون الان هزینهش بالایی نمیتونم بخرم.